درود و درود، یه روز دیگه، یه صبح دیگه، بازم با هم دیگه میریم برای ورزش کردن. یادم باشه، یادتون باشه حتما قبل از ورزش کردن یک دو تا لیوان آب خورده باشیم. و یادم باشه، یادتون باشه که وقتی میخوایم ورزش کنیم، برای گرم کردن ورزشمون بدنمون، از همه باید همه اندامهای حرکتی بدنمون رو حرکت بدیم. یعنی از انگشت شست پامون شروع میکنیم، انگشت رو میذاریم داخل، انگشت های دیگر رو به ترتیب میذاریم و روش فشار میدیم. حالا با احتیاط بلند میشید، یک، دو، تا هر جا که میتونید روش بلند شید، سه، چهار، پنج. هر وقت کف پا رو میذارید زمین، کاملا کف پا رو زمین بگذارید و حس کنید و زانوتون رو رها میکنید. وقتی که وای میسید روی انگشتای پاتون، دقت کنید ساق پا رو محکم نگه میدارید، ماهیچش رو، زانو رو محکم نگه میدارید، کف لگن رو میبندید، شکم رو میدید تو، شونتون به طرف بالا و پشت و وای میسید. این کار رو هر چند تا که بیشتر میتونید انجام بدید. این که چقدر پاتون باز باشه معمولا به اندازه یه سر شونتون باز باشه کافیه، ولی بستگی داره که خودتون چجوری میتونید تعادلتون رو حفظ کنید. معمولا اگر همینقدر باشه تعادل حفظ میشه، اگر نه دستتون رو پلو یک به دیوار تکیه بدید یا یه صندلی پلوتون بگذارید برای ورزش کردن. خب بعد حرکت بدن که میخواید در جا بزنید ورزش کنید، یه رو بدن رو گرم کنید، انگشتاتون رو دونه 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 انگشتا رو تکون بدید، دست رو بالا و پایین ببرید، خوب بالا و پایین ببرید دست رو، و بعد در تمام این مدت سرکنید شکم بودید تو، کف لگن رو میبندید و خودتون رو میکشید بالا. حالا بعد پا رو به طرف چپ و راست بلند کنید، بیارید جلو و عقب، این حرکت ها رو هر روز انجام بدید برای حفظ تعادلمون خوبه و برای سلامتیمون. ببینید بدن به مرور شکل پیدا میکنه. شما حتی اگر بیاید ورزش های 3 سال پیش منو ببینید، هیکل منو، اندام منو، با امروز حتما کاملا متفاوت هست. و بدون اینکه رژیم گرفته باشم، بدون اینکه خودم رو خسته کرده باشم، تونستم وزنمو توی یه حد مطلوبی که برای توانایی زانومو، مچ پامو، کف پا و استخونام هست برسونم و نگه دارم. وقتی میخواید این حرکت ها رو انجام بدید، بدن رو بکشید بالا، بیارید باید. بکشید شونتون رو، دستتون رو، ماهیچه های بازوتون، سایه دستتون، ساق دستتون، اینا رو همه رو حساب، حواستون بهش باشه. وقتی میخواید ورزش کنید، حواستون رو به بدنتون جمع بکنید و ورزش بکنید. کمر رو بچرخونید و به این صورت، من وقتی پای تنه رو بیشتر از بالا تنه میچرخونم، یعنی اگه بخوام بالا فعال تنه رو بچرخونم، آروم خم میکنم به این صورت. و وقتی به این حالت هستم، حتما فشار رو روی انگشتای شست پا میذارم، پنج انگشتای دیگر به طرف بیرون خودم رو صاف نگه میدارم و بعد میرم چپ و با احتیاط این کار رو انجام میدم. بعد حتما به دو طرف هم خودم خم میکنم، بدن رو خم میکنم، نه اینکه شونم رو خم کنم، سعی میکنم شونم صاف و ثابت نگه دارم و بدن رو خم میکنم. هر وقت خودم میخوام بکشم بالا، شکمم رو میدم تو، کف لگن رو میبندم، خودم رو میکشم بالا. باز به این صورت شکمم رو میدم تو، کف لگن رو میبندم، خودم رو میارم بالا. بعد یک دو سه. حرکت هایی که قفسه سینه رو جمع بکنه و باز بکنه رو هر روز صبح انجام بدیم، چون که کووید هر بیماری ویروسی دیگه اولین لطمه ای رو که میزنه به ریه های ما وارد میکنه، پس باید این رو حواستون جمع بشه. خب بعد وقتی که میخواید مثلا فوکوس داشته باشید روی شکمتون، روی پاتون، روی زانوتون، روی اینکه حالا میخوام مثلا سینم خوشفرم‌تر باشه،
همه این کارا رو که میخواید بکنید، اول باید یه ورزش کلی برای همه قسمت‌های همه اندام‌های حرکتی بدنتون انجام بدید و بعد روی اون قسمت وقت بیشتری می‌ذارید. حتما حتما توی روز باید یادتون باشه که باید ورزش درازکش رو انجام بدید. برای ورزش درازکش باید حتما ستون فقرات روی زمین قرار گرفته باشه. به مرور این اتفاق بیفته، به مرور حواستون رو جمع بکنید، خودتون رو بکشید مرحله مرحله مرحله، پشتتون رو روی زمین قرار بدید. ببینید این هیچ ربط نداره به با سرم بزرگ ستون فقراتم رو نمیتونم صاف بگذارم، این ربطی به بزرگی باسن نداره، این ربط به قوس ستون فقرات داره که کم کم شما صافش میکنید. بعد حالا پا رو میبرید بالا، پا رو ببرید بالا، بکشید 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 بکشید، دستم بکشید، یک دو سه چهار پنج، راه کنید دوباره، یک دو سه چهار پنج، دست رو بکشید، دست رو حس کنید، این انگشتای دست رو حس کنید که داره کشیده میشه، انگشتای پا رو حس کنید که داره کشیده میشه، رها کنید دوباره. توی این حالت شکمتون کف لگن رو میبندید، از انگشتای پاتون شروع کنید کشیدن رو حس کردن، انگشتای دست یک دو سه چهار پنج. این ورزش هم برای قفسه سینه است، هم کمک میکنه که ستون فقراتمون صافتر قرار بگیره. حالا پا رو یکشو بذارید زمین، این یکی رو بیارید جلو، یک دو سه چهار پنج، این پا رو صاف بکشید بالا، اون یکی پا رو بکشید بیرون. حالا یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، شکم تو کف لگن بسته و کمک حواستون باشه که ستون فقرات باید حتی امکان با زمین در ارتباط باشه. یک دو سه چهار پنج، حالا دو تا پا، یک دو سه چهار پنج. ببینید وقتی میخواید پا رو بذارید زمین، اگر براتون سخت باشه که دو تا پا رو با هم بلند کنید، خم کنید اول، بعد بیارید روی شکم به این صورت و بعد صافش کنید و بعد بیاریدش جلو، یک دو سه چهار پنج. وقتی دست و پشت ساق پاتون قرار میدید میکشید، بیشتر میتونید تسلط داشته باشید که زانوتون خم نشه، شکم تو و کف لگن هم بسته. حالا برعکس این پا رو صاف نگه میدارید، بدن رو بلند میکنید، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. حالا دو تا پا، یک دو ببخشید پا رو صاف نگه میدارم، خودم خم میکنم، یک دو سه چهار پنج. اون حالت هم اشتباه شد، ببینید یک پا مطبا رو باید صاف نگه دارم، بدن رو بلند کنم، یک دو سه چهار پنج. تو حالتهای مختلف باید این کار رو انجام بدید، دست رو بذارید پشت سر، یک دو سه چهار پنج، شیش هفت هشت نو ده. پا رو می کشید، این پا باید کشیده بشه، کشش رو توی بدنتون باید حس کنید. حالا پا رو بدید حالا دو تا قوزک پا رو به هم بزنید، یک دو سه چهار پنج، نو ده هفته بیست. حالا یک دو سه چهار پنج، شیش هفت هشت نو ده. حالا دو چرخه بزنم، یک دو سه چهار. وقتی میخوام دو چرخه بزنم انگار که پام توی رکاب چرخه و این رو به این صورت حرکت میدم و میچرخونم. حالا دو تا دست رو انگشتای پا و دست تو هم گره میکنم، اجازه میدم که پام بدنم رو بکشه بیرون و در توی این حالت شکم میدم تو، کف لگن رو هم میبندم و سعی میکنم یه حرکت یه چرخش کششی درست همه جا بهبر رو کنم، یک
دو سه چهار یک دو سه چهار پنج 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 میبینید سعی میکنیم که خودمون رو بکشیم، خودمون رو میتونم چجور بگم حواستون به حرکت های ورزشیتون باشه، همیشه انگشت های دستتون رو بکشید، انگشت های پا رو بکشید، سعی کنید انگشت های پا روی هم قرار نگیره، اگر روی هم قرار میگیره جداشون بکنید از هم دیگه. خب حالا گفتم که باید ما حد اخر روزی 20 دقیقه پامون رو به این صورت بالا نگه داریم، بند بند انگشت های دست رو ماساژ میدیم، ماساژ میدیم و برای خودتون ورزش جالب ورزش بکنید، ماساژ بکنید، اون انگشتی که بیشتر دردی هست و کج و کوله شده به قول معروف بیشتر صاف و صوفش کنید، کمک کنید که انگشت های دیگه‌تون تغییر شکل نده. به مرور این اتفاق میفته با توجه به سنمون و با توجه به تغذیه، این هم مربوط میشه به تغذیه ای که ما توی دوران کودکی داشتیم و تغذیه ای که در دوران حاملگی و بعد از حاملگی داشتیم. به هر حال مراقب باشید و قوزک پا رو به هم بزنید 20 بار، 20 بار حالت دو چرخه بزنید و بعد 20 بار بشمارید 1 2 3 4 5 حرکت رو 5 بار انجام میدید، 1 2 3 4 5 چهار بار که یعنی 5 بار 4 بار که انجام بدید 20 بار تون رو پر میکنید، تونستید این حرکت رو بیشتر انجام بدید. حالا 1 2 3 1 2 3 این هم کمک میکنه شما کم کم تمرین کنید که کاملا ستون فقرات روی زمین قرار گرفته باشه و هم دارید ورزش برای پا، شکم، قفسه سینه و دستاتون میکنید. خب حتما تمام اعضای بدنمون رو، هر اندامای حرکتی رو توی حالتهای مختلف باید حرکتش داده باشید. این حرکت ها کمک میکنه به داشتن حفظ تعادل بیشتر، حفظ تعادل بهتر و اینکه مهارت های حرکتیمون رو از دست نمیدیم. اینکه به چه صورت حرکت میکنیم بسیار مهمه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 میشینیم پا میشیم. باید حتی اقل روزی 20 بار ما نشستیم برخواستمون رو تمرین کنیم. حالا توی حالتهای مختلف میتونید نشست و برخواست رو تمرین کنید. نشست و برخواست مهمه که ما
این کمک میکنه که ببینید کشاده رونمون نمیدونم لگنمون اینا سلامتی و قدرتش رو حفظ میکنه و باید این کار هر روز انجام بشه. در فضای مجازی این عزیزان و این عزیزان رو تنها نگذارید، برید سایتشون، کانال هاشون رو لایک کنید، بهشون بگید که در این مصیبت دردناک تنها نیستن، خودتون رو بگذارید جای اونها. دوست داشتید اگر رفته بودید خانواده هاتون چی کار میکردن براتون و دیگران چجوری حمایت میکردن و اگر بودید و حامی بودید میخواستید دیگران چجوری پشت سر شما باشن. با هم باشیم، همراه هم باشیم، مادران داغدار، زندانیان سیاسی، عزیزانی که دارن برای عدالت و دادخواهی تلاش میکنن رو تنها نگذارید. روز و شبتون بخیر و شادی باشه. تا فردا صبح.